درود بر همگی، امیدوارم که همگی تندرست و سلامت باشید. ما امروز 16 روز در این مکان در میدون ملسمن تورنتو تحسن کردیم. 16 روز بارون، سرما، گرما رو اینجا تحمل کردیم، ولی خودتون دیدید، بچه هایی که اینجا بودن دیدن، انگار که تبدیل شده بود به یک پایگاه، به یک خونه، به یک مکانی که درد و غمامون رو با هم دیگه به اشتراک میگذاشتیم، دوست داشتنی ها، درد دلامون رو با هم دیگه، شادی هامون رو، همه چی ما با هم دیگه به اشتراک میگذاشتیم. خیلی حس خوبی بود برای من. ناراحت شدم، خوشحال شدم، ولی بیشتر انرژی گرفتم برای مبارزه. بعضی وقتا خیلی تلاش میکنم میگن نباید کاری کرد، ولی بعضی وقتا من میگم باید اون کارو کرد، چون یه قدم برداشتن بهتر از هیچ کاریه. و ما خب دیدیم در سرتاسر جهان به ما پیوستن، همراه ما بودن، متحد در کنار همدیگه صدای دادخواهی مردم داخل ایران بودیم. یک نکته ای که خیلی برای من با ارزشه، برای شخص خودم، همیشه من میگم، خودم دارم میگم، من در خارج از کشور من هیچ کارم، مردم داخل ایرانن، هم تصمیم گیرندن، هم مبارز میکنن و هم انقلاب رو به ثمر میرسن. ما باید این رو جا بندازیم که وظیفه‌مونه که صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. ما منعکس کننده صدای دادخواهان هستیم و دادخواهی فقط از خانواده های دادخواه شروع نمیشه. همون نویسنده‌ای که نمیذارن کتابش در داخل ایران چاپ بشه، اونم دادخواهه. همون دانشجویی که به دلیل حجابش اخراجش میکنن، اونم دادخواهه. همون کارگری که در معدن طبس زیر اون سنگ ها میمونه، اونم دادخواهه. از بیمسئولیت جمهوری اسلامی که اون افراد اونجا کشته میشن، همه مردم ایران به یک نحوی دادخواهن. بیایم جدا نکنیم، همه همدیگر رو به همدیگه وصل کنیم. و نقطه مشترکی که میتونه همه ما زخم دیده ها و آسیب دیده ها و دادخواهان رو کنار همدیگه قرار بده، همین دادخواهیه. و ما نیاز داریم به قدرت مردمی. قدرت مردمی چجوری تشکیل میشه؟ از شماها، از من، از مادر گوهر عشقی، از دایه مینا و تمام مادران دادخواه دیگه‌ای که همچنان زیر ظلم و ستم جمهوری اسلامی در داخل ایران دارن مبارزه میکنن با رژیم درنده اسلامی. جمهوری اسلامی هیچ وقت جنایتاش تموم نمیشه. یک مادر تک و تنها، دایه مینا، 20 ماشین دورشو گرفته بودن، نیروهای امنیتی پاهاشو کشیده بودن رو زمین میمالیدنش. ببینید چقدر این مادران قدرت دارن که این رژیم درنده اسلامی با تمام سلاحش، با تمام قواش به یک زن 55 ساله حمله میکنن. پس ما قدرتمندتریم. چرا جمهوری اسلامی در تحصن قبلی و در همین تحصن چندین بار به ما حمله کردن؟ چون اسمش همبستگیه. چون ما داریم میگیم کرد و فارس و ترک و عرب و بلوچ، هیچ فرقی با زبونهای دیگه، شاید من از قلم نندازم، ما میگیم همه یکسانیم. ما میگیم برای عشق میجنگیم، برای دوست داشتن میجنگیم، برای در کنار همدیگه میجنگیم. اگر ما برای فردای ایران عدالت نبریم، زندگی نبریم، عشق نبریم، برای دولت‌هایی که اگر من حرفمو اصلاح کنم، اگر یک زمانی بخواد دولتی عوض، باید هی کشتارها ادامه دار بشه؟ نه، باید یک جایی، یک نقطه خاتمه بدیم به کشتارها و مردم رو به عشق، به دوست داشتن، به همبستگی دعوت کنیم. ما به دنبال عدالت برای زندگی، برای فردای ایران هستیم. پس از همه خواهش دارم، تقاضا دارم، بیایید همه با هم دیگه، فارغ از هر عقیده و باور، فارغ از هر مذهبی، از هر جنسیتی، از هر قوم و ملیت و اتنیکی، کنار همدیگه بایستیم و اون دیوار بزرگ، اون دیوار کثیف و ظالم جمهوری اسلامی رو همه با همدیگه زمین بزنیم. من به تنهایی نمیتونم، شما هم به تنهایی نمیتونید، کرد به تنهایی نمیتونه، بلوچ به تنهایی نمیتونه، فارس، عرب، گیلک، مازنی، هیچ کدوم از ماها به تنهایی نمیتونیم این دیوار عظیم رو زمین بزنیم.
بیایید به جای اینکه به هم دیگه مخالفین جمهوری اسلامی فش بدیم، در کنار هم دیگه بیستیم، بگیم ما یک درد مشترک داریم، اونم دادخواهی برای فردی و دادخواهی برای ظلم و ستم هایی که در حق میشه. زندگی برای آزادی. تشکر میکنم از همه کسایی که امروز کنار ما و میلاد عزیز هستن. آزادی موقت دایمینا مبارک هممون باشه، به امید رهایی مردم ایران و تمام زندانیان سیاسی. توماج صالحی عزیز از شر دولت خونخوار اسلامی. بیانیه تشکیل جنبش همبستگی دادخواهی ایرانیان. با شروع دوره جدیدی از تشدید فشارها و تهدیدها بر خانواده‌های دادخواه، روز پنجشنبه 21 شهریور ماه 1403، 11 سپتامبر 2024، نیروهای امنیتی رژیم اسلامی، مینا سلطانی، دایمینا، مادر زنده یاد شهریار محمدی، از جان باختگان جنبش مهسا ژینا را در شهر بوکان دستگیر کردند. در پی این اقدام موج وسیعی از اعتراضات از سوی نیروها و شخصیت‌های مبارز و دادخواه آغاز شد. درود به شما و بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. امروز یک شنبه 6 اکتبر 2024 است. آخرین روزی هستش که میلاد تحصلش را میخواد با خیلی قوی و فول فورس به پایان برسونه. خوشبختانه مادرش آزاد شد، ولی این کمپین به شکل‌های مختلف و به اشکال مختلف در جای مختلف ادامه خواهد داشت. احتمالاً شنبه‌های علیه اعدام یا شنبه‌های دادخواهی یا سه‌شنبه در نهایت قراره جمع چند نفری که هستیم تصمیم بگیریم و ادامه کاری را اعلام میکنه خود میلاد. ولی امروز فراخوان این هستش که جمع بشیم اینجا و هم تبریک بگیم آزادی دایمینا را و هم ادامه کاری را تعریف کنیم. نظر شما رو میخوام ببینم در مورد توجهی که این کمپین در شهر تورنتو و به صورت بین‌المللی توجه دادخواهان رو جلب کرد. خب 11 روز شبانه روز میلاد اینجا 24 ساعت بود و خیلی از ما در کنارش بودیم، از جمله خود شما، و روز 11 خب خبر آزادی دایمینا رو اعلام کردیم و ادامهش هم خب باز شبانه روزی نبود دیگه، ولی روزا تا ده شب دوازده شب اینجا بودیم و امروزی که تموم میشه. انعکاسش در جهان از مدیای بین المللی تا تلویزیون کانال جدید که بارها پخش کرد تا جای دیگه انعکاس داشت و این پروسه ای هست. همونطور که من با خود میلاد هم گفتم، اینطوری نیست که امروز باشیم بکنیم فردا تموم میشه. این پروسه برای آگاهی دادن مردم، برای علیه اعدام، برای دادخواهی، برای آزادی زندانیان سیاسی خیلی مهم بوده و باز در اعلامش هم مهم خواهد بود. نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شهر نگاه از چشمای من کن. از تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شهر نگاه از چشمای من کن. وای که لوکس نمیشه دید کوچه های خاکی رو، انو که برج نمیشه دید روزگار پایینو، تو مسجد دست نمیدن بهت مرامو، طلبه که نمیدونه فلسفه حرامو، کسی ندید دلیل اجبار اعتراف چی بود، قاضی ندید خون دیوار انفرادی رو، مردم نون نداشتن حاکم نون اقتدار میخورد، موشکاتون وسط کبیر چه انتقامی بود، ندیدی مهاجرت کردن خون فراری، شدن بی وطن و گم توی یه تونل تاریخ، ندیدی زخمی ترین ملت تو حالیم، نگفتی خشم ما توی خیبونه برا چی، وقتی مرگ حق بود ولی زندگی نه، وقتی دختر 9 ساله هجله میرفت، ایران انقدر کشیده بود دیگه حس نمی.
این جهنم رو ساختی بمون بهشت بدینم. هر تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا اونگه درد و ببین تو تو نگاه مردم. بیا یه شب بشه نگاه از چشمای من کنه. تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا اونگه درد و ببین تو تو نگاه مردم. بیا یه شب بشه نگاه از چشمای من کنه. For all the shacks and shelters that were sold to make it done for just none. Glimpse of a peaceful life, for the rising of the sun after an endless night. For all the pills we popped just to get some sleep. For all mankind and our country. For all the boys and girls who never knew equality. For woman, for life, liberty. دای مینا، آزادی موقتت مبارک. به امید روزی که تمام مردم ایران از چنگال رژیم جمهوری اسلامی آزاد بشن. جنبش‌های دادخواهی ایرانیان از روزهای نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی آغاز شده است و تاکنون همه جامعه ایران و همه اقوام، اتنیک‌ها، گروه‌های سیاسی، عقیدتی و اجتماعی را در بر گرفته است. از این رو جنبش همبستگی دادخواهی ایرانیان بدون اینکه رهبر یا گروه رهبری داشته باشد، از همه مردم دعوت می‌کند تا به صورت هدفمند بر اساس اهداف زیر با همبستگی و اتحاد خود برای اهداف ارزشمند و فراگیر همراه شود.